ازدواج جنرال میا و واکنش جالب ستا قاسمی. ویدیو را با ما حتما تا آخر همراه باشید. جنرال میا بخشی از چهره های شبکه‌های اجتماعی که او کنون در ویدیویی که از او نشر شده است میگوید ازدواج کرده است. پیش از این اما جنرال میا بخشی یکی از علاقمندان ستا قاسمی بود و همواره در ویدیوهای از علاقه و عشق خود نسبت به ستا قاسمی، آوازخوانی شناخته شده افغانستان میگفت. تک زیاد مسج کرده به خانم ستا قاسمی. او مجبور شد که یک ویدیو پر کنه. اکنون در برنامه ستا قاسمی در مورد عدم ازدواج خود این گونه میگوید. شما قسمت از این ویدیو را تماشا کنید. اینا هست. اصلا اگر آینده شما ازدواج بکنید و یک آیله بسازید، این چگونه آیله خواهد بود؟ یعنی یک نمونه از همون آیله که داره یا یک آیله دیگر؟ اگر شما من سابق در یک چند سال پیش یا یک سال پیش یا چقدر بگویم برتر، من در یک فکر بیخی دیگه بودم که اصلا من فکر میکنم که تو یک انسانه که در فکر من سو تولدم نشده و نخواد شوه. بخاطر چیزی که یک خانم یا یک دختر آرزویش میداشته باشه شاید باشه، اما من چیزی که در یک مرد میخوایم یا شاید طالب... یعنی همون گزینه همون آیلهی که دارید همون در شکل همون آیله میخواید یک آیلهی داشته باشید یا دیگر؟ فعلا فکر میکنم که یک خانم یا یک دختر برای یک کس ضرورت میداشته باشه که او را خوشنما کنه، او را بخندانه، آرزوهایی که داره پوره کنه، یعنی دیگه چیز نیه. حداقل از چیزی که یک خانم میخواید یا یک دختر میخواید که در یک جای بخواید برسه، حداقل اگر او نمیتونه که به مو آرزوش برسانهش ممانعت نکند و یعنی پیش رویش سنگاره نمانه که او خانم یا او دختر بروی افتیده بره و پس خود به مشکلات زندگی بلند کرده بره و پس پیش رفته بره. یک نفر در زندگی انسان ضرورت می داشته باشه، چی مرد باشه و چی زن باشه، ضرورت می داشته باشه که حداقل اگر خوشی داده نمیتونی جگر خونی نده. زیتو جان، اصلا من می بینم شما خیلی نحیف، خیلی مثل گل نازک نحیف هستید. خیلی طرز حرف زنی شما آرام است، طبیعت شما آرام است، یک آرامیش داره در خودتون، اما وقتی که حرف سر یکان حوادیس زیشت می رود، حوادیسی که مثلا در افغانستان به وقوع می پیوندد و به سر یکان زن مصیبت می آید، شما از این نحیفی، از این نازوکی بدر می آید، خشمگین می شود مثل پلنگ و از حفظ حقوق زن گپ می زنید. یعنی میبینم که غیر از میدان هنر در میدان سیاست اجتماع شناسی هم میخواهید استوارانه قدم بگذاریدن. کجوان عزیز، من گفتم براتون عاطفی هستم و بسیار احساساتی هستم.